Lady Bird, is that your given name? Yeah. Why is it in quotes? I gave it to myself. It's given to me by me. First name ما که بلدید میشه اسم کوچیک. My first name is Hussein. Last name یا surname هم میشه family. My last name is میرزاده. حالا امریکن ها به first name given name هم میگن. نکته بعدی، آقای پرسید Why is it in quotes؟ به علامت میگن quotation marks. وقتی چیز رو داخل quotes میذاریم انگار داریم نقل قول میکنیم و بعضی وقتا انگار داریم اون کلمه رو bold میکنیم. Lady Bird هم میگه I gave it to myself. خودم دادمش به خودم. همین جمله رو پسیو هم میگه It's given to me by me. توسط خودم به خودم داده شده. از این قسمت از فیلم Lady Bird میخوایم بگم توصیف اشخاص رو یاد بگیریم. اول نگاه کنید. She has a big heart, your mom. She's warm, but she's also kind of scary. You can't be scary and warm. I think you can. Your mom is. You both have such strong personalities. خب تقریبا سه تا جمله داشتیم برای توصیف. اول میگه She has a big heart, your mom. She has a big heart. تقریبا مثل فارسی خودمونه. قلب بزرگی داره. دل بزرگی داره. بعد پسر میگه She's warm, but she's also kind of scary. Warm. Warm همون friendly و خونگرم خودمون هست. Okay. اگر یکی friendly باشه، warm باشه، شما راحت میتونید باهاش ارتباط برقرار کنید. ادامه جملهش میگه But she's also kind of scary. Kind of همون kind of هست. یعنی یه جورایی. She's also kind of scary. یعنی یه جورایی هم ترسناکه. حالا وقتی یه نفر scary هست شما نمیتونید باهاش ارتباط برقرار کنید. یه نفر friendly هست شما میتونید باهاش ارتباط برقرار کنید. که دخترم برمیگرده میگه You can't be warm and scary. نمیتونی هم warm باشین هم scary. نمیشه هم friendly بود، خونگرم بود، هم یه جور بود که ترسناک بود که آدمو نترن بیان سمتتون. و جمله آخرم پدره میگه You both have such strong personalities. Personality یعنی شخصیت. کل جمله یعنی هر دوی شما شخصیت‌های خیلی قوی دارید. یکی از معانی کلمه ساچ رو توی آیتانیا یاد گرفتید. این یه معنی دیگه از کلمه ساچ هست. من اینجا ترجمه معنی very هست. Such strong personalities, very strong personalities. ترجمه یه معنی هست. Very anarchist. Put the magazine back. Put the magazine back. این مجله رو بذار سر جاش. Put something back یعنی یه رو بذار سر جاش. اوکی؟ بذارش همونجایی که برداشتی. Put it back. بذار سر جاش. اوکی؟ بذار همونجایی که برش داشتی. So, you're not interested in any Catholic colleges? No way. I want schools like Yale, but not Yale because I probably couldn't get in. You definitely couldn't get in. جمله اول گفت You're not interested in any Catholic colleges. So, you're not interested in any Catholic colleges. You're not interested. To be interested in something یعنی به چیزی علاقه داشتن. I'm interested in teaching English. You are interested in learning English. Yes? Good. You're not interested in any Catholic colleges. یعنی اصلا هیچ علاقه به کالج های کاتولیک نداری. درسته؟ دخترم برش گفتش که no way. توی انگلیسی وقتی بخواید با یه چیز خیلی شدید مخالفت کنید خیلی شاید بگید نه به هیچ وجه، میتونید بگید no way. Okay? You're not interested in any Catholic colleges. No way. Okay, به هیچ وجه. تو ادامه لیدی برد گفتش که I want schools like Yale but not Yale because I probably couldn't get in. So you're not interested in any Catholic colleges. No way. I want schools like Yale but not Yale because I probably couldn't get in. You definitely couldn't get in. سکول رو ما بیشتر به معنی مدرسه یاد گرفتیم، اما برای همون کالج و یونیورسیتی هم ازش استفاده میشه، خصوصا توی لهجه امریکن. ییل هم که یکی از دانشگاه خیلی معروف امریکا است. I want schools like Yale but not Yale because I probably couldn't get in. I probably couldn't get in. این get in همون یعنی وارد شدن، همون قبول شدنه. یعنی قبول نمیشه توی اون دانشگاه. اوکی. Probably احتمالا توی اون قبول نمیشه. که خانم هم گفتش که ها 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 you definitely couldn't get in. مطمئنا نمیتونی وارد ییل بشی چون دانشگاه سطح بالاست. اوکی، چند بار نگاه کنید ببین get in توی اینجا معنی همون قبول شدنه. اینقدر نباید توی فارسی ما دنبال این باشیم که دقیقاً کلمه فارسی رو به انگلیسی ترجمه کنیم و بگیم اینجا get in همون به معنی قبول شدن. مثلا ما نمیگیم که get accepted in that college. اوکی، I couldn't get in or I got in. اوکی، good. نگاه کنید، ریویو کنید و بای بای.